درود به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، خیلی چکرم. مهدی هستم. هر جایی هستی امیدوارم که خوش باشی. کوچیک شما خسرو هستم در خدمت شما. این باغ مهدی گل و گلاب، پسر جنگل چی آورده برام؟ پسر جنگل آوردمت ببرمت به دره شیران. حدس بزن کجا میشه؟ حالا دره شیران باید خیلی جالب باشه. من که خودم تو که پلنگم و همش تو اون جنگلی و کوه و فلان و اینا، دره شیران نرفتی؟ من برم اونجا شیرا در میرم. اینو میدونم. نه بچه‌ها، قراره با همدیگه بریم به دره زیبای پنشیر. پنشیر اتفاقا من اصلا میخواستم بگم تو خیلی دوست داشتم پنشیر رو شنیده بودم. حالا یه داستانه سیاسی هم داره که اون پسر وارد بحثش نمیشه. وارد بحثش نمیشیم. همه باشه دوست داشتم ببینم. آره باشه، دست به پنشیر میدونن به یاد چی میفتن، چه مقاومت. برای هم میگم دره شیران عالیه. اوکی خب بچه‌ها، بریم با هم دیگه این ویدیو زیبا رو ببینیم. در سفر ما به افغانستان با ما همراه باشید که خاطرات خیلی جذاب و دیدنی تا جایی که بتونیم میرسونیم خدمتتون، تا جایی که بتونیم از همه چی ویدیو میگیریم و میذاریم. بزن یه لایک قشنگ به افتخار خودتون و پسر جنگل که قراره بره به دره شیران. Let's go. نقاشی خدا رو ببین. هستم فکر کنم گاوه گوسفند هم هست. آره حیوانات هم هستن. قشنگ نقاشی شده. یه چیز دیگه بچه‌ها، تا پنشیر که میرن، حالا به جز یه مقدارش که آسفالته، جاده خاکی هم داره یا نه؟ تا خود پنشیر همش آسفالته. این یه چیزی بود که تو ذهنم مونده بود. ما اونم جاده است فکر کنم. آره اونم جاده است، جاده کوچیکیه. اوه ببین، رودخونه اون ور، سرسبزی این ور، کوه. به سبزه یه جوریه، یه جور دیگه سبزه گندمه اینا. آره ویلا، وا ویلا، خونه ویلایی ها. به به چه نماییه اینا. این همه پنچیر میشه؟ نمیدونم، من هم مثل تو هم دارم اولین باره میبینم اینجا رو. یعنی بچه ها اینی که الان داریم میبینیم پنچیره، رودخونه کنارش. حالا اگه اسمشم الان نمیدونم داستانش چیه، یعنی قبلا اونجا شیر داشته یا نه. آره اسمش از کجا اومده؟ پنچیر، شاید شیر یه داستانی بوده. ببین هیچ چیزی مثلا
شمالن میگن خسرو پلنگ، خودمو میگم نه ولی کلن جالبه برام بدونم یه فلسفه ای داره پنشیر از کجا اومده، یادالا یه معنی خاصی داره 100%. اینو برداشت کردن نویستان چی؟ زده بود نورستان؟ نه اون یک ویدیویه که چون ما داریم زنده از خود چنل یوتیوب میبینیم، اون لینک های ویدیو های قبلیشون پنشیر رو قشنگ ببینم. آه نه خب پنشیر هست، اون پنشیریم دولم اون سو تفاهم بود. میزگان جانم من چقدر عاشق این جور جا هستم. او خونه فیروزه ای که ویلاه خیلی محشره، این رودخونه ماهی هم داره. بله دل اتخاط داره، ارزش چیو داره؟ آه شوک وای 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 دیتا اوخه معدن گردو پنشیر. آره اصل اوه اینا رو چرا نشون میده؟ این بر جنگله، این بر همون آیده دادم پس به سرمان اوائل برف این بر خشک اوایل پاییز باید باشه. چقد عجیبه، یه ور یه چیزه، یه ور یه چیزه، رودخونه وسط، این ور سبزی اون ور خشکیه. میام اوایل پاییز باید باشه که بلندی ها هم برف اومده. بعد یه چیز جالبم که دیدم گاواشون خیلی شبیه گاوای ما. گاواشون هم بلندی نیست. آره اصلا محلی هن بچه. فاصله کابل تا پنشیر چقدر؟ چند ساعتی راه هست؟ اینم یادم رفت بپرسم. لای 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 اوه این دیگه بالا دستش. اوه برفه چی میگه؟ برف چی میگه؟ برف چی میگه این وسط؟
انگار قطبه الان، چون که کوه زیاد داره وقتی برف میشینه شبیه قطب میشه. دقیقا. اینم خب خیلی کوهستان داره افغانستان، کوه هاره دیگه، مطمئنا با اولین سرما هم برف میاد. آره مثلا دیگه اول پاییز خیلی خوش آب و هواست. برای همینه که میدونی کشوری این که طبیعی قشنگه، دستساز بگیم اصلا اون قدم زیاد دستکاری هم نکردن اصلا. آره و تاریخ و قدمت خودش کش به کنار و زیباهیایی که خدا انگار میگه امروز اینجا خوشگل. آره یه ویدیو دیدیم گفت که 3500 سال قدمت آره. داره افغانستان. بله. خیلی برام جالب بود. بله. در زیبای پنشیر دیگه رویاییه. واقعا رویاییه. میبینی برد خشکی. ابهت خیلی عجیبی داره پنشیر، خیلی عجیبه، میدونی خیلی انرژی داره. یه چند سالی بود دوست داشتم ببینم پنشیر کجاست، حالا بنا به مسائل سیاسی هم کاری اون نداره، خیلی دوست داشتم ببینم کجاست. حالا فکر کنم کلا یعنی یه دره است یا نه بازم هست بیشتره؟ نه دره بیشترش هم از یه منطقه. ببین تو دره رو رد میکنی که میرسی به پنشیر. دره پنشیر در زمانهای جنگ و اون داستانهایی که داشته که واردش نمیشیم شده دره پنشیر. میگم یه داستانی داره این دره پنشیر و اسم پنشیر، اصلا خیلی عجیبه. الکی نمیان یه چیزی بزرگ بشه، یه چیزی مشهور بشه، یه چیزی منطقه ای حالا به خود بزرگ. دقیقا زیبایی داره، خیلی عجیبه، خیلی انرژی داره، اسمش هم قشنگه. همون واقعا من خیلی دوستش دارم، خیلی پنشیر رو دوست دارم واقعا واقعا. بلکه کلا اصلا این چند وقت اومدم تو یوتیوب خیلی علاقه پیدا کردم به افغانستان. واقعا نودلی میگم، حالا بماند که من قبلا خیلی رفیق افغانستانی داشتم، شما هم میدونید چقدر الانم دارم. بله تازه داره بیشتر هم میشه با امید خدا. میبینیم دیدارهای خوبی داریم. آقا امیدوارم لذت برده بوده باشین. مرسی مرسی که تا اینجا بودین. خیلی چکرین تا ویدیو بعد. دم شما گرم.